این اطلاعات زندگی منو متحول کرد. به نظرم یکی از با ارزشترین مفاهیمیه که هر کس باید تو زندگی یاد بگیره. اونم اینه که کنار این که داری تلاش میکنی به موفقیت و ثروت و خواسته‌هات برسی، باید خودتو شستشوی مغزی بدی. آره، درست شنیدی. شستشوی مغزی خودت. ببین، به هر حال قرار شستشوی مغزی بشی. ولی سوال اصلی اینه که کی قراره این کارو انجام بده؟ چه باورت بشه چه نشه، جامعه‌ای که ما داریم توی زندگی میکنیم دائما داره تلاش میکنه که من و شما رو شستشوی مغزی بده، به ضمیر ناخودآگاه ما نفوذ کنه. فلورانس اسکابلشین میگه اگر شما ضمیر ناخودآگاه تو خودت برنامه ریزی نکنی، یه نفر دیگه این کارو برات انجام میده. رسانه ها، تلویزیون، شبکه های اجتماعی، مذهب های مختلف، شرکت های تبلیغاتی، همه و همه میخوان ما رو شستشوی مغزی بدن. به خاطر همینم هست که سالانه بیشتر از 1 تریلیون دلار خرج تبلیغات میشه. برای چی؟ فقط برای اینکه به ضمیر ناخودآگاه شما دسترسی پیدا کنن. اونا خوب اینو میدونن که اگه فقط یه بار به برنامه ضمیر ناخودآگاه شما نفوذ کنن، دیگه کار تمومه. شما خودت خودجوش مرتب اون برنامه رو تکرار میکنی. علم روانشناسی بالاخره بعد از سالها تحقیق و بررسی فهمیده که ضمیر ناخودآگاه چطور کار میکنه و چطور میشه بهش نفوذ کرد. به خاطر همینم هست که کنترل انبوه مردم اصلا کار سختی نیست. جیم مورسن میگه هر کس که رسانه و شبکه‌های اجتماعی رو کنترل میکنه، ذهن رو کنترل میکنه. و اگه کسی ذهنت رو کنترل کنه، در واقع قدرت خلق کردن زندگیت رو داره کنترل میکنه. پس بهتر نیست خودت ذهنت رو برنامه‌ریزی کنی؟ تو این ویدیو قراره بهت یاد بدم که چطوری ذهنت رو با برنامه دلخواهت مجدداً برنامه‌ریزی کنی و خودتو برای رسیدن به اهدافت شستشوی مغزی بدی. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، این ویدیو رو لایک کن، چون قرار زندگیتو متحول کنه. اگه این تکنیکی که بهت یاد میدم و درست انجام بدی، هیچ چیزی وجود نداره که نتونی به دستش بیاری. ثروت، موفقیت، اعتماد به نفس، شادی و خیلی فراتر از اینا. ولی اگه واقعاً میخوای نتیجه بگیری، باید تصمیم جدی بگیری. توی تمریناتت پشتکار داشته باشی و تا آخرش ادامه بدی، نه که خسته بشی وسط راه ولش کنی. تقریباً هم بین 21 تا 90 روز طول میکشه تا یک باور جدید شکل بگیره و تکرار کلید اصلی این تکنیکه. برای اینکه بتونی با موفقیت خودتو شستشوی مغزی بدی، قبلش باید بدونی ضمیر ناخودآگاه چطور کار میکنه. ضمیر ناخودآگاه به شدت قدرتمنده، ولی از اون طرفم خیلی آسیب پذیره. بریم سراغ یه سری واقعیت ها و ویژگی های مهم ضمیر ناخودآگاه. یکی اینکه همیشه و همیشه در حال ضبط کردن اطلاعاته. هر چی که میشنوی، هر چی که میگی، حتی چیزایی که اطرافت اتفاق میفته و خودت ازش آگاه نیستی. چطوری؟ مثلا اگه جلوی تلویزیون روشن خوابت ببره، همه اون صداهایی که از تلویزیون میاد رو داری جذب میکنی، بدون اینکه بیدار شدی یادت بیاد اصلا چه برنامه‌ای پخش میشده. دو، اینکه ضمیر ناخودآگاه مثل یک ضبط کننده قوی کار میکنه و همه خاطرات و تجربه های زندگیتو نگه میداره و اتفاقات رو مثل یک فیلم سینمایی و به شکل تصویری توی ذهنت ذخیره میکنه. 3. هیچ درکی از کلمات منفی نداره، مثل نه، نکن، نمیشه، نداریم. به فرض اگه بگی من سیگار نمیکشم، تصویری که در واقع داری به مغزت میفرستی تصویر سیگار کشیدنه. به خاطر همینم همچنان به سیگار کشیدن فکر میکنی. 4. هیچ درک و فهمی از زمان آینده نداره و تنها زمانی رو که میفهمه لحظه حاله و لحظه حال تنها زمانیه که ما داریم. به خاطر همینم هست اگه هدفی داری، باید طوری ببینیش که انگار همین الان داریش، نه اینکه بعدم بهش میرسم. 5. ضمیر ناخودآگاه 95% زندگی ما رو کنترل میکنه، چون عادتهای ما رو کنترل میکنه. یعنی همه کارهایی که امروز انجام دادی، همه چیزهایی که گفتی و حتی چیزهایی که بهش فکر کردی و عادتهای امروز و دیروز و هر روزت، 95% تحت کنترل ضمیر ناخودآگاهته. این یعنی چی؟ یعنی اینکه ذهن خودآگاهت فقط 5% زندگی رو کنترل میکنه.
6. ضمیر ناخودآگاه فرق بین تخیل و واقعیت رو نمیفهمه. به خاطر همینه که فیلم ترسناک میبینیم میترسیم. شما با ذهن هوشیارت میدونی که این فیلم واقعی نیست، ولی ضمیر ناخودآگاه درکی نداره که این واقعی نیست. 7 و آخرین مورد، با تکرار میشه در ضمیر ناخودآگاه باور جدید ساخت. اگه یه چیزی رو به دفعات بالا بگی و مدت طولانی بهش فکر کنی، در نهایت باورش میکنی، هرچند که اون ایده اولش به نظر کاملا غلط بیاد. حالا میفهمی چرا توی دنیای بیرون برای برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاهت جنگه. چیزی که بهت نمیگن اینه که شما همیشه چیزی وارد زندگیت میشه که از قبل وارد ضمیر ناخودآگاهت شده، چیزی که بیشتر اوقات بهش فکر میکنی، و این همون تعریف قانون جذبه. بخوام باهات صادق باشم، درستترین و قویترین قانون کائناته، و این دلیلیه که ما موقعیت‌ها، افراد و شرایطی رو تجربه میکنیم که با افکار و احساسات و کلمات ما همخونی داشته باشه. افکار ما یه انرژی ثابت میفرستن و دقیقاً همون چیزی رو تجربه میکنیم که دائما بهش فکر میکنیم. از اونجایی که ضمیر ناخودآگاه عادتهای ما رو شکل میده، معمولا افکار ما هر روز یه شکله. یعنی هر چی که دیروز بهش فکر میکردیم، امروز هم به همون فکر میکنیم، دوباره فردا هم به همون فکر میکنیم. اگه الان با دیدن این ویدیو آگاهانه انتخاب کردی که واقعیت زندگی تو تغییر بدی، قبل از هر چی باید برنامه ضمیر ناخودآگاه تو عوض کنی. چطوری؟ باید خودتو شستشوی مغزی بدی. توی 8 قدم ساده بهت میگم که دقیقاً چی کار کنی. قدم اول، یه کاغذ بردار و دقیقاً چیزایی که میخوای و با جزئیات کافی بنویس. میتونه هر چی باشه، سبک زندگی که میخوای، شغلی که آرزوشو داری، یا یه مدل ماشین خاص، یا هر چیز دیگه. فقط مطمئن شو که کاملاً واضح و با جزئیات کافی باشه. قدم دوم، خودتو تصور کن که همین الان به خواستت رسیدی. پیشنهادم اینه یه فیلم توی ذهنت بساز، این شکلی که اون چیزی که میخوای از قبل اتفاق افتاده و تو داری تو اون واقعیت زندگی میکنی. یادت باشه که ضمیر ناخودآگاه فرق بین واقعیت و تخیل رو نمیفهمه. قدم سوم، دیگه مطلقاً تلویزیون یا حتی فیلم نگاه نکن. از اونجایی که ضمیر ناخودآگاه قدرت تاثیرپذیری بالایی داره، با هر اطلاعات بیخودی پرش نکن. فقط دنبال تصویر و مطالبی برو که در جهت رسیدن به خواستت باشه. برای شروع 30 روز اخبار نبین، اون وقت میبینی که چقدر با خودت و درونت بیشتر تو صلحی و آرامش بیشتری داری. قدم چهارم، جملات تاکیدی مثبت و کوتاه درست کن که خواستت رو در بر بگیره. مثلا اگه میخوای موفق بشی، بگو من موفقم. اگه میخوای ثروتمند بشی، بگو من ثروتمندم. یا هر جمله تاکیدی که خودت باهاش راحت تری و بیشتر ارتباط برقرار میکنی. حتی میتونی چند تا از این جملات رو توی بخش کامنت ها نویسی تا بقیه هم ازش استفاده کنن. مهم اینه که این جملات به زمان حال باشه. مثلا من فلان ماشین رو دارم، یا من مهماندار هواپیما هستم. یادت باشه که ضمیر ناخودآگاه فقط و فقط زمان حال رو میفهمه. قدم پنجم اینه که ساعت موبایلتو زنگ بذار که توی ساعت خاصی بهت یادآوری کنه که جملات تاکیدیت رو تکرار کنی. حتی میتونی فقط یه جمله خاص رو انتخاب کنی و اون رو تکرار کنی. زمانی که شروع به گفتن جملات تاکیدی میکنی، بی اختیار تصاویر میاد تو ذهنت. مقاومت نکن، اجازه بده که این تصاویر شکل بگیرن. شاید به نظرت انجام این تمرینات مسخره بیاد، ولی بهت قول میدم که این روش قوی ترین راه برای نفوذ به ضمیر ناخودآگاهه. قدم ششم، صدای خودتو ضبط کن و باهاش یه فایل صوتی بساز. به جای اینکه با آهنگ‌های بی‌مفهوم گوش کنی و هی هم بزنی رو تکرار، جملات تاکیدی مثبت گوش کن. مهمش اینه که وقتی با صدای خودت چیزی رو به خودت تلقین می‌کنی، تأثیرش 10 بار قوی‌تر از اینه که فرد دیگه‌ای بهت بگه. پس با رکوردر گوشید اهداف جملات مثبت رو با صدای خودت ضبط کن و زمانی که می‌خوای بخوابی با صدای
خیلی آروم گوشش کن و حتما بذارش روی تکرار. یادت باشه که ضمیر ناخودآگاه هیچ وقت نمیخوابه و دائما در حال ضبط کردن اطلاعاته. این کار رو حداقل برای 21 شب متوالی انجام بده. 7. حواست به گفتگوهای درونی خودت باشه. اگه هدفت اینه که آیلتس بگیری، به خودت نگو من نمیتونم، نمیشه، کار من نیست. طوری با خودت حرف بزن که انگار از قبل به خواستت رسیدی. 8. تکرار. عادت‌ها و باورهای جدید فقط با تکرار شکل میگیرن. یادت باشه حداقل 21 روز تا 90 روز طول میکشه که یک باور جدید شکل بگیره. اگه این 8 کاری که گفتم رو انجام بدی، میتونی با موفقیت خودتو شستشوی مغزی بدی. این اطلاعات میتونه زندگی تو برای همیشه تغییر بده، به شرط اینکه انجامشون بدی. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.